اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لانتم اشد رهبتا فی صدور من الله ذلک بانهم قوم لا یفقهون. قرآن اینجا یک مسئله روانی را بیان میکنه. لانتم اشد رهبتا فی صدور من الله، میگه شما در سینه های این مردم چون دل در سینه، شاید کنایتن سینه را ذکر کرده، یعنی چون شما در دل های ایشان شما مهمترین از خدا، اینا که به خدا ایمان ندارن، قوم لا یفقهون، یک مردمی هستن نادان، اگر اینا از خدا حیا نمی کنن. ولی وقتی که میمیره مسلمان ها به دین خود پابنده، اینا میترسن، جلوگیری میکنن، به دین ضربه زده نمیتوانن. از منافق نترسن، منافق از شما میترسه، فقط مواظب باشن که شما را مثل روبای مکار فریب ندین. لانتم اشد رهبتا فی صدور من الله، شما در دل اینا خیلی وقار شما بیشتر از خدایه. مومن او یک از خدا میترسه، دیگه از مخلوقش نمیترسه. ذالک بانهم قوم لا یفقهون، بخاطر اینکه اینا قوم نافهمه، تفقه ندارن. سنلقی فی قلوب الذین کفروا، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه. ظاهرا این پس برمیگرده به سوی چیز بنی نذیر و یهودیا برمیگرده، از منافقین شاید ربط نداره. میگه اینا بنی نذیر هیچ وقت با شما جنگ نمیتوانند، مگر اینکه در فی قرى محصنه، در قریه‌ای که مثل دژ مستحکم، قلعه مستحکم باشند و با شما بجنگند، و الا در میدان بیاین روبرو بجنگند، نمیجنگند، رویش هم ضعیفه. لا یقاتلونکم جمیعا، اینا با شما نمیتوانند روبرو بیاین در میدان بجنگند، مگر اینکه یک قلعه باشه، دژ یعنی قلعه مستحکم باشه و اونا خیلی بلند باشه که دمون یک تیر رها کنن، او من ورای جدر یا از پشت دیوارا با شما می جنگن، رویش هم ضعیفه. باسه اون بین اون شدید، در بین خود اگر درگیری کنن، ای بنی نذیر یهودیا در بین خود اگر درگیر شوند بسیار سخت می جنگن، اما وقتی که در مقابل شما باشن نه، نمی توانن، مگر از پشت دیوار با شما بجنگن یا از بین قلعه مستحکم با شما بجنگن. تعصبهم جمیعا، بعدم دایرن درباره یهودیای، شما خیال میکنن که اینا یک جاین، نه اینا اتفاق ندارن، و قلوبهم شتا، بدنایشان یک جایه، دلایشان از هم پراکنده، هر کدوم هوا و فکر خود داره. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، ای بخاطر یه که اینا تعقل ندارن، از عقل خود کار نمیگیرن. واقعا میتوره اگر یک قوم، حالا این قضیه علی کتاب و بنی نذیر نیه، این قصه کل سرنوشت ما امروز، ما هم بنی گرفتاره، یعنی نعوذ بالله امی آیه الان درباره ما هم صدق میکنه. مسلمانا تعصبهم جمیعا، خیال میکنین همه یک جاین، اما میرن در کنفرانس اسلامی مینشینن. خب دیگه یک کنفرانس اسلامی 1,300,000,000 مسلمان داره. تعصبهم جمیعا، هدون خیال میکنن که اینا همه یک جاین، کنفرانس هم دارن، لکن و قلوبهم شتا، فکرها اینا پراکنده، اینا میرن در اون کنفرانس اسلامی مینشینن، ولی دی زیاد اینا اصلا به اسلام اعتقاد ندارن، بخواه ملتایشان مسلمانه، این حکومت ها یک عده از حکومت ها امروز مسلمان نیست، بل سرزمین های اسلامی از نادانی مسلمان ها و حماقت مسلمان ها اینا حکومت میکنن، هیچ اعتقادم به دین ندارن.
هر کدوم یکی به فکر عربیته، یکی به فکر کشور خوده، یکی در ارتباط با یکی برای خارجی ها و کفار شرایط فراهم کنه، شرایط استعمار و استثمار فراهم کنه. دستای در موقع رای گیری به خاطر که بدنام نشوند بلند میکنند، ولی در موقع عمل نمیکنند. ما باید امروز ببینیم سازمان کنفرانس اسلامی که 1,300,000,000 نفوس داره، تقریبا 51 مردم دنیای مسلمان ها، و در انوزم در ازدیادن، پیش میرن در ازدیادن. الان شماره مسلمان ها از کاتولیکا بیشتره، ولی آهسته آهسته از کل نصرانی هم پیش میرن. اینا زاد و ولد بین مسلمان ها زیاده. ما الان 50 کل دنیای نفوس مسلمانه. کنفرانس اسلامی هم داریم، کشورهای استراتیجی هم داریم، دریاهام به دست مایه، در سرزمینهای اسلامی منابع هم داریم، معادن داریم، منابع اقتصادی خوب داریم، آب داریم، دریا طلا داریم، تیل داریم، چیزای خوبی داریم، ولی ما در دنیا هیچ ارزش نداریم. چرا؟ هر چی که بلا و تلفات و بدبختیه در کشورهای اسلامیه. چرا؟ یک علت میخواه. بهترین قانون داریم، بهترین تمدن از خود به یادگار گذاشتیم، غرب ما بیدار کردیم، تمدن ما به اونجا بردیم. این وظیفه انسانیت ما بود، ولی ما امروز مورد استثمار واقع میشیم، استعمار واقع میشیم. دلیلش چیه؟ کسی به ما ارزش قائل نیه. چشم مردم و سرزمین های ما و معادن و ثروت های ما، نه سرمایه های ما برای ما میمانه، نه ثروت های ما. چرا؟ عمدهشی نمیارفه، عمده نمیارفه که در اون روز خدا یهودیه، اون روزه که مسلمان ها دست، یک دست بودن، یک دل بودن، و یهودیه را محکوم میکرد قرآن که تعصب هم جمیع و قلوب هم شد. تو خیال میکنی که این یهودیه همه با هم یک جای؟ نه 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 نه، همه یک جانی هن، اجتماعی بدنی به درد نمیخوره. در عموم منطقه هر کدوم به فکر قلای خود بوده، به فکر خانه و زندگی خود بوده، بدن دل عین ازم پراکنده، تعصب هم جمیع و قلوب هم شتا. برای چی؟ قرآن میخواه تعلیل کنه، میخواه تجزیه کنه، علت بیاره. برای چی هم چی شد که اینا دل عایشان پراکنده شد؟ فقط بدن عایشان یک جایه، با اینکه اینا منافع مشترک داشتن. چرا تو شد؟ مقداری که به انهم قوم لا یعقلون، اینی هم دلیلش. بله، ذالک به انهم قوم لا یعقلون، برای اینکه اینا عقل ندارن، از عقل خود کار نمیگیرن. ما امروز میتوریم، نعوذ بالله، امروز اگر ما فکر میکنیم کشورهای اسلامی را، جوامع اسلامی را، او موقعیت جغرافیایی و استراتژی که ما داریم، معادنی که در کشورهای ما، خدا به ما همه چیز داده، بدنهای ما هم یک جایه. امسال میگن 3,000,000 مسلمان در مکه رفتن. کنفرانس اسلامی که دایر میشه از کشورهای اسلامی میرن اونجا میشینن. اصل قضیه یه که دلهای ما پراکنده، فقط ما اجتماع بدنی داریم. ای تنها در سطح بین المللی اسلامی نیه، در سطح کشوری ما میتوره. ما الان در اولوسی جرگاز همه افغانستان نماینده داریم، ولی سوال اینجا که چند نفر
منافع عمومی کشور و منافع و مسائل ملی را بر منافع قومی خود مقدم میکنه، بر منافع مذهبی خود مقدم میکنه، بر منافع نژادی خود و لسانی خود مقدم میکنه و خود یک قوم واحدی به ام پیوسته حساب میکنه. ملت معنی شمیه، یعنی یک مردم به ام پیوسته که سرنوشت مشترک دارن و قانون مشترک دارن در یک کشوری که یک حکومت بر او مسلطه، در امی کشور اینا زندگانی میکنن. راستی ما الان همیت ملت هستیم یا قبیله قبیله، نعوذ بالله به تعبیر قرآن تعصبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اجتماع ما فقط اجتماع جسمانی و فیزیکیه، فکرای ما پراکنده، هر کس به قوم به فکر قوم خوده، به فکر نژاد خوده، به فکر انعنات خوده، منافع خوده. فقط در زبان میگیم که ما یک ملتیم، یک کشوریم، هم وطنیم، ولی در عمل هر کس به فکر خودشه. الفت به وجود نمیایه، همبستگی واقعی به وجود نمیایه، هر قوم به فکر خودشه، از قوم دیگری آگانیه. این قضیه خیلی مهمه. قرآن این قصه را که میکنه کتاب تاریخ نیه، نه از تاریخ صحبت میکنه. بنی نذیر چند نفر بودن، زنش مردش، اینا در قرآن نیه. بنی نذیر چقدر سرمایه داشتن، چقدر زمین در اختیار داشتن، چند اکتار، اینا در قرآن نیه. قرآن چیزایی را بیان میکنه که امروز به درد ما بخوره. به ما میگه به زبان حال، به ما میگه عبرت بگیره. اینا به یک روز به اولین برخورد که زن یکی اشتباهی که صورت گرفت، اونا تسلیم شدن، ترس به دلشان افتاد، تسلیم شدن. لأول الحشر، در اولین اجتماعی که در اونجا صورت گرفت، اجتماع عسکری، اینا تسلیم و مسلمان ها شدن، زمین ها و خانه ها و جای خود مانده. میکچره اینا نفر کم داشتن، اسلحه نداشتن، اینا پولدار بودن، اسلحه هم داشتن. تمام بدبختیشان در این نقطه که تعصبهم جمیعا و قلوبهم شتا، هر کدوم برای شخص خود فکر میکرد. به زبان میگفتن ما از بنی نذیرم، این زبانی بود، اما در عمل و واقع تمام فکر اما خانش بود، زنش بود، بچهش بود. لذا اما شکست میخورن، اما هم شکست خوردن. ما امروز نمیتونیم، یک عده فقط هر کس به فکر قوم خوده که باید به ما بیشتر برسه، قانون مگر وزه میشه به نفع ما باشه، بدای خودم حمایه کنیم. یک عربا یک مثال داشتن، عربای جاهلیت، میگفت انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادر خود قوم خود یاری کو، چی ظالم باشه چی مظلوم، ظالمم یاری کو، نگذر که دیگه قوم بر اینا مسلط شود. اینانی بود که همیشه در بین قبائل عرب جنگ جریان داشت، اینا به خودکشی خود مشغول بوده. پیغمبر اسلام آمد گفت نه، به هیچ وقت از ظالم حمایت نکنه. یک وقتی هم فرمود که ظالم و برادر خود کمک و ظالم و مظلومه. یکی عرض کرد که خب مظلومه که کمک کنیم، ظالمه چه قسم کمک کنیم؟ گفت که کمک به ظالم ایه که او را از ظلمش جلوگیری کنیم، عدالت اجتماعی را مراعات کنیم. عمده قضیه می بود که اینا نفاق داشتن، هر کدام منافع شخصی خود می خواستن، لذا همه شکست خوردن. اگر بنایی که ما امروز امو قسم باشیم، هر کس بگوید که قوم خود یاری کن، ظالم مظلوم، آدم کش قاتل یا جنایتکار، یار شد خور حمایه کو قوم خود،
باید قوم ما پیش برو. دیگه این علم قضیه میشه، حساب ملت نمیشه، کشور نمیشه، دولت نمیشه. وقت فکرهای ما پراکنده است. افغانستان در کل شکست میخوره و رو به عقب میره. اما اگر ما دست به دست هم دیگری بدیم، همه مسائل ملی را مراعات کنیم، به قول او مثل معروف پشتو که تا وایل چیزیم او کما وایل چیزیم نبتی نبزیم او کما وایل چیتی او کتا وایل چیتی هم بتی هم بزیم. اگر ما گفتم که ما یوم ما و قوم ما، تو گفتی ما و قوم ما، نه توی نه ما، شکست میخوری. اگر ما گفتم توی و تو گفتی که توی، هم توی هم ما همه است. خب عقل یه از بیعقلی انسانه که آدم دیگه اقوام نفی کنه، گل سرسبت خود و قوم خود بدانه، یا قوم خود، یا منطقی خود، یا نژاد خود، آل لسان خود، هر چی که است اما نفی میشه. نه، باید اما هم دیگری را بپذیریم. ما در یه خانه زندگانی میکنیم، هیچ قوم رفتنی و نابود شدنی نیه در این کشور، اما هستن. خب بهتره که هم دیگری بپذیریم با برادری اسلامی، با محبت، عدالت اجتماعی در بین ما حکومت کنه. وقتی که کشور ترقی کرد، همه اقوام ترقی میکنه، هم به تای هم به زای، هر دوتا میشه. باید از عقل کار بگیریم. قرآن نگه اونا عقل نداشتن، دل عیشان پراکنده بود. دین من قبل ام قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. در اینجا داستان بنی نظیر تشبیه میکنه، میگه مسئله این آم مثل مسئله کسانی بود که قبل از بنی نظیر خیانت کردن، طغیان کردن و طعم تلخ کار خود چشیدن و برای اونها عذاب دردناکی هم بود، که یا اشاره به حادثه بدر که مشرکین قریش در جنگ بدر بعد از او اون همه مظالمی که اینا در مکه بر سر مسلمان ها آوردن که واقعا طاقت فرسا بود. بعضم آمدن در بدر و جنگ شروع شد، خداوند مسلمان ها را بر مشرکین قریش در بدر پیروزی داد. در ای آیه که اینا بر بنی نظیر غالب شدن، بعضم می فرماید که مسئله ای بنی نظیر مثل مسئله مشرکین قریش بود در جنگ بدر، که اینا طعم تلخ کارای بد خود چشیدن و عذاب دردناک به اینا رسید. بعضی هم گفتن که نه، او خیلی فاصله داشته، مراد که نگه که قبل از اینا قریبا بود همو یهودای بنی قینقایه، اونا همچی خرابکاری میکردن، بعد پیمان خود پابند نشدن، لذا مسلمانان مجبور شدن دست به کار شدن. پیش از بنی نظیر بنی قینقا از اینجا فراری شد، از مدینه رفتن جای دیگر. شیطان به انسان می کافر شد. وقتی که کافر میشه، قال شیطان میگه ما از تو بیزارم، ما از خدای رب العالمین می ترسم. خب معرفت شیطان به خدا و به قیامت به مراتب از انسان ها بیشتره. او همه چیده دیده، وسوسه میکنه انسان ها. مثل که مشرکین منافقین مدینه بنی نظیره وسوسه کردن که ما با شما هستیم، اگر حمله شوه ما با شماییم، اگر شما بیرون کنه با شماییم، ما با شما هم دستیم و هم کاریم. دروغ، هیچ کاریم نتوانستد. مثل شیطان که به انسان می کافر شد، وسوسه می کنه که کافر شد. وقتی که کافر شد میگه ما از تو بیزارم، برای اینکه ما از خدای رب العالمین می ترسم. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. خب این شیطان وسوسه خود کرد، او کافر کرد دیگه انسانه. بعد میگه ما بیزارم، این بیزاری به درد نمیخوره، عمل انجام دادی، باید بروی و پس او را اصلاح کنی.
پایان کار شیطان و ای کافری که به وسوسه شیطان گرفتار شده اینا در آتش جهنم اینه که برای همیشه هستن مخلدن و جزای ظالمین آنیه. یکی دو قضیه اینجا، یک قضیه اینه که نسبت که آل شیطان وسوسه میکنه یک نفر کافر میکنه، بعد میگه من از خدا میترسم و از تو بیزارم. این بیزاری به درد نمیخوره. هر کسی که یک عمل به وسیله وسوسه خود، به وسیله کار زشت خود یک نفر گمراه کرد، تو او توبیزی اینیه که بگه خدای من توبه کردم، من او را گمراه کردم از دین، او را به فساد گرفتار کردم، من را ببخش. نه، او باید برو پس او را اصلاح کنه. خرابکاری که کرده خرابکاری خود اصلاح کنه. در بعضی از احادیث معتبر داره میگه در زمانهای قدیم یعنی قبل از اسلام یک نفر بود از رای دین از رای مختلف کوشش کرد که پول گیرش بیاید نیامد. هرچی که عابدم بود و آدمی خوبی بود و هرچی هم که کوشش کرد که از رای نماز خواندن و اینا نظر مردم جلب کنه برای ریا که یک چیزی گیرش بیاید نیامد. آخر یک وقت با خود فکر کرد گفت من که عمر من با همی مفلسی گذشت، آخر کار من چی؟ آمد و یک کار دیگه کرد، گفت من پیغمبرم، برای شما دین جدید آوردم. یکی در مردم ساده کم عقلم قبول کردن و بالاخره کاری گرفت، مردم ایره احترام کردن به نام پیغمبر و برش پول دادن و روزگارش خوب شد. بعد از مدتی که یک کمی که گذشت ای با خود فکر کرد گفت چی کاری بدی کردم من، برای شکم خود مردم بی دین کردم، من که پیغمبر نیم. خیلی ناراحت شد، پشیمان شد، پیش خدا عذر میکرد که مر ببخش. خدا با یکی از انبیا وای فرستاد که در این روایت معتبر داره، گفت برو به ای عبید بگو که او قدر دعا کنی و مرا بخانی که رگای گردنت قطعه قطعه شوه من تو را نمی بخشم، مگر این که هر کسی که گمراه کردی اونا را پس هدایت کنی که من غلط کردم، تا اونا را اصلاح نکنی اونایی که مرده اونا را زنده کو، اونا را اصلاح کو، اینایی که زنده اینا را اصلاح کو، تا این کار نکنی من تو را نمی بخشم. بسیاری از مردم کتاب می نویسن بدون جهت، یا به وسوسه دشمنا یا به انگیزه های رقابت مردم از دینشان گمراه می کنن. از نادانی که این لیاقت این نداره که کتاب در مورد دین صاحب نظر نیه اصلا، یا در سخنرانی ها یا در نوشتن مقاله ها مجله ها یا در نوشتن کتاب ها گمراه میکنه مردم از دین. اینا توبه ندارن که بعد پشیمان شوند بگوین که خدای مرد ببخش، باید برون این مردم میره که از دین کشیدن باید اونا را اصلاح کنن. شراب خانه ها درست میکنن، جوانه را متاد به شراب خوری میکنن، قمار خانه ها درست میکنن که کرایه بگیرن و مردم را تشویق میکنن که بیاین قمار بازی کنن، جوانای مسلمان معتاد میکنن. مراکز فسخ و فجور دیگر درست میکنه که مردم از دین بیرو کنه، دیگر دین ترویج کنه. الان یک عده پول میگیرن مثل حیوانات برای شکم خود، دینای دیگر ترویج میکنن و بچهای مسلمان را گمراه میکنن فقط به خاطر پول. خودشان نه به ای دینن نه به او دینن، بی دینن، ولی اونا الان وظیفه گرفتن که ای پول بگیرن جوانا و نوجوانان از اسلام بدور کنن، یک دین دیگر به اونا برای اونا ترویج کنن. امی الان امی کار در کابل میشه. هر کس که هر مرکز فساد درست کنن، چی فایشه خانه؟ الان فایشه خانه هم است. چی فایشه خانه باشه؟ چی قمار خانه باشه؟ چی شراب خانه باشه؟ چی اماکنی باشه که مردم از دین بیرو میکنن؟ بدعت گذاری میکنن در دین.
اینا اوت وقت اینا دیگه به یک استغفر الله کار اینا تمام نمیشه، باید برگردن و برون مردم رو اصلاح کنن و این کارم کاری بسیار مشکلیه. انسان باید به خدا پناه ببره که بخواه باعث گمراهی مردم شوه. یک دفعه خود یک نفر گمراهه، او حسابش با خدای با کسی کار نداشته، یک وقت توبه میکنه برمیگرده خدا قبول میکنه. اما یک دفعه خودش که گمراهی هیچی دیگرارم گمراه میکنه، دیگرارم گمراه میکنه، یا عقاید مردم خراب میکنه، یا در عمل مردم با گناهان کبیره تشویق میکنه. شراب خانه ها، فایش خانه ها، رقاص خانه ها، قمار خانه ها، اینا را دایر میکنه. جوانای که اینا سرمایه کشور و مملکت و اینا باید سنگینی تولید در این کشور به دوش خود بگیرن، اینها را فاسد میکنه. یا از خارجی ها پول میگیرن که الان موده، مملکت خراب میکنه، کشور خراب میکنه. یا اگر از خارجی ها ننگیرن به امو خبس نفس خود این کارا را میکنن برای پول. بسیار عذاب دردناک داره. عینا مثل اینا شیطان. شیطان هم همی کار میکنه. ای آیه میگه که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری منک اینی اخاف الله رب العالمین. وقتی که او کافر شد میگه من از تو بیزارم، بعد میگه من از خدا میترسم، ولی این بیزاری به درد نمیخوره. فکان عاقبتهما انهما فی النار. بله، عاقبت این پایان کاری این شیطان و این کافر آتیش جهنم، هر دوتا، او که گمراه کرده و او که گمراه شده، هر دوتا به دوزخ میره. خیلی انسان باید مواظب باشه در گفتار خود، در صحبت خود، که باعث گمراهی مردم نشود. دیگه باز توبه برای انسان میسر نمیشه. کی میتونه که برو گمراه را پس اصلاح کنه؟ بعد میفرمایه که یا ایها الذین آمنوا، بعد خداوند با مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. میفرماید که ای مؤمنین، از مخالفت خدا و از معصیت پروردگار اجتناب کنین. تقوا به معنای بجا آوردن واجبات و ترک محرمات. واجبات آدم ترک کنه، بعض معصیت کرده، مخالفت کرده، محرمات مرتکب شوه، بعضا معصیت کرده. تقوا یعنی خود دور داشتن، خود حفظ کردن از ترک واجبات و بجا آوردن محرمات. یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله، از خدا بترسه، مخالفت نکنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس باید فکر کنه که ای برای فردا چی فرستاده، چی فرستاده. بله، چی فرستاده یا چی چیزی را فرستاده، ای خودش مهمه. این تمام اعمالی که ما اینجا با جا میاریم در دنیا، خیال میکنیم که از بین میره و معدوم میشه، ما الان دست خود تکان میدم، تکان میدم، میبینین همه ای شما چی شده محرکت؟ میگیم رفت، معدوم شد، خلاص. خلاص نمیشه، خلاص نمیشه، همه باقیه، هیچی معدوم نمیشه. تمام اعمال ما برمیگرده در میدان قیامت به ما. معلول نفس ما، معلول از علت جدا نمیشه، حرارت آتش از آتش جدا نمیشه. میگه ایره خداوند به ما میگه، میگه ای مومنین، از خدا بترسین، معصیت نکنین، و هر کسم این نگاه رو بکنه که چی فرستاده.
یک نگاهی بکنین که برای پیش روی خود چی فرستاده. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس، به ورثه اعتماد نکو، کس نیارد زپس، تو پیش فرست، پیش از رفتن خود بفرست. چی فرستادی؟ چی بود که رفت؟ آیا عقرب فرستادی؟ آتش فرستادی؟ عذاب فرستادی؟ یا رحمت فرستادی؟ یا نعمت برای خود فرستادی؟ هرچی که اعمالی که ما میکنیم اینا بر زندگانی آینده ما در برزخ و در قیامت ارتباط میگیره. امینا خود ما فرستادیم. وقتی که اونجا ما عذاب به انسان میرسه، در قرآن داره که به اونا خطاب میشه، به ما قدم تیدی کن، اینا که خود شما فرستادیم، ما که شما رقاب نمی کنیم، خود شما اینا برای خود فرستادیم، این عمل خود شما هست. ای به این قسم نیه، به این سادگی هم نیه که هر کس هر کار کرد و رفت رفت خلاص شد. کلش روی حساب و کتاب. یک کمی هم باید ما و شما در این مورد فکر کنیم. خدا به همه ما چشم بصیرت مرحمت بفرمایه. والحمد لله رب العالمین.